سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. مانی حقیقی متولد 25 تیر 1348 در تهران، بازیگر و کارگردان سینماست. او فارغ التحصیل لیسانس فلسفه از دانشگاه مکگیل کانادا، فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه گلف و لیسانس مطالعات فرهنگی از دانشگاه ترنت کانادا می باشد. مانی در تهران از یک خانواده سرشناس متولد شد. پدرش مرحوم نعمت حقیقی از فیلمبرداران صاحب نام و معروف به شاعر تصویر سینمای ایران و مادرش لیلی گلستان مترجم، نویسنده و دارنده جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه و گالریدار معروف نقاشی است. دایی او کاوه گلستان عکاس خبری، مستندساز و فیلمبردار ایرانی در عراق بود. او همچنین نوه ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز برتر و معشوقه فروغ فرخزاد است. گرچه پدر و مادرش بعد از 6 سال زندگی مشترک جدا شدند، اما مانی یک برادر به نام محمود و یک خواهر به نام سنم دارد که خواهرش وکیل حوزه نفت و گاز و کارمند اوپک هست. مانی حقیقی اولین بار در سال 1353 وقتی 5 ساله بود در فیلم اسرار گنج درجنی به کارگردانی پدر بزرگ خودش ابراهیم گلستان بازی کرد. مانی در سال 1369 برای ادامه تحصیل به کشور کانادا رفت و بعد از 9 سال تحصیل در سال 1378 به کشور بازگشت و به عنوان نویسنده شروع به نوشتن کرد. آقای حقیقی به عنوان یک بازیگر تحصیلات دانشگاهی بالایی دارد که میتوان به فارغ التحصیل کارشناسی فلسفه از دانشگاه مکگیل در سال 1391، کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه گلف در سال 1997 و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه ترنت در سال 2000 اشاره کرد. مانی حقیقی در سال 1381 فیلم آبادان رو کارگردانی و نویسندگی کرد. اما این فیلم با بازی بازیگرانی چون مرحوم جمشید مشایخی، داریوش اسدزاده، فاطمه معتمداریا و هدیه تهرانی توقیف و هیچ وقت پخش نشد. مانی به عنوان نویسنده و بازیگر در سال 84 با فیلم چهارشنبه سوری اصغر فرهادی توجهات رو به خودش جلب کرد. چهارشنبه سوری سومین فیلم سینمایی اصغر فرهادی بود. این فیلم در 24مین جشنواره فیلم فجر سال 84 نامزد دریافت 9 جایزه بود که در نهایت موفق به کسب سیمرغ‌های بلورین بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین تدوین و همچنین سیمرغ بلورین فیلم محبوب تماشاگران شد. او در همین سال فیلم کارگران مشغول کارن رو نویسندگی و کارگردانی کرد و در سال 1385 یادبودی برای داریوش مهرجویی به نام مستند کارنامه 40 ساله داریوش مهرجویی رو ساخت. فیلم بعدی او به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم کنعان در سال 1386 با بازی محمد رضا فروتن، ترانه علی دوستی، بهرام رادان و افسانه بایگان به تدوین مستانه مهاجر و موسیقی کریستوف رضایی بود و در همین سال بود که هامون بازها رو ساخت که مستندی راجب پشت صحنه فیلم هامون، چگونگی شکل‌گیری و علاقمندان به آن می‌پردازد. اما مانی حقیقی بیشتر با فیلم موفق درباره الی اصغر فرهادی در مقام بازیگر در سال 87 به شهرت رسید و برای مخاطبان شناخته تر شد. بعد از اون او در فیلم‌های آسمان محبوب در سال 88 و ورود آقایان ممنوع رامبد جوان در سال 89 بازی کرد. پذیرایی ساده فیلمی به کارگردانی، نویسندگی، تهیه کنندگی و بازیگری مانی حقیقی بود که از لحاظ فیلمنامه مانی توانست به کمک امیررضا کوهستانی موقعیت‌های خنده‌دار، هیجانی، خشن و حتی ناراحت کننده و تحقیرآمیز رو با یک پس‌زمینه ساده درست مثل یک صحنه تئاتر به وجود بیاره. مانی حقیقی در سال 1392 در دو فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران و ملبورن بازی کرد. حقیقی بعد از یک سال در سال 1393 فیلم سینمایی اژدها وارد می شود رو به عنوان کارگردان، نویسنده و بازیگر ساخت. او در این فیلم باز هم با کریستوف رضایی، هومن بهمنش و هایده صفی‌یاری همکاری کرد.
فیلم سینمایی اژدها وارد می شود با حضور افرادی مانند صادق زیباکلام به عنوان بازیگر و بازیگرانی مانند امیر جدیدی، همایون غنی‌زاده و احسان گودرزی به جشنواره‌هایی مانند برلین و بوئنوس آیرس راه پیدا کرد. این فیلم سینمایی که با ادعای ساخته شدن بر اساس داستان واقعی روایت می شود واجد مؤلفه‌های پسامدرن است. حضور شخصیت‌های واقعی مانند صادق زیباکلام در نقش خودش مؤلفه‌ای پسامدرن محسوب می شه. حتی خود مانی حقیقی هم در فیلم نقش خودش رو ایفا می کند. مانی حقیقی یک سال بعد فیلم پربازیگر و البته پرحاشیه 50 کیلو آلبالو رو ساخت. این فیلم سینمایی در سال 95 اکران شد و پس از رسیدن به فروشی تقریباً 13 میلیارد تومانی به دستور وزیر وقت ارشاد علی جنتی توقیف شد. جنتی درباره این فیلم گفته فیلم 50 کیلو آلبالو به هیچ عنوان مناسب نبود و اگر از چگونگی این فیلم اطلاع داشتم اجازه ساخت و اکران به آن نمیدادم. مانی حقیقی کارگردان 50 کیلو آلبالو هم در نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد این فیلم سینمایی با 17 اصلاحیه جلوی دوربین رفته. او همچنین در این نامه مدعی شد ماجرای تولید و اکران 50 کیلو آلبالو حاکی از این است که مدیریت فرهنگی کشور من در این زمینه بی‌ضابطه، مغشوش و غیر اصولی بوده. او به همین دلیل به صورت دوستانه و برادرانه از وزیر ارشاد علی جنتی خواست تا کار رو به کاردان بسپارند. فیلم سینمایی 50 کیلو آلبالو به تهیه کنندگی مصطفی و محمد شایسته و نویسندگی فرهاد توحیدی و مانی حقیقی ساخته شد. مانی حقیقی برای این فیلم در تیم تولید خود دست به تغییر زد و برای موسیقی، فیلمبرداری و تدوین فیلم به ترتیب با امیر توسلی، علیرضا برازنده و میثم مولایی همکاری کرد. فیلم سینمایی 50 کیلو آلبالو با حضور بازیگرانی مانند ساعد سهیلی، آزاده صمدی، حسی مهدوی فر، علی صادقی، منا احمدی، مهران قفوریان، افسانه بایگان، فرهاد آیش، بهنوش بختیاری، امید روحانی، هادی کاظمی، سیامک انصاری و سروش صحت یکی از فیلم‌های پربازیگر سینمای ایران محسوب میشه. پس از اون مانی حقیقی در فیلم‌های من، نگار، خوب بد جلف، بوم یک عاشقانه، خوک به کارگردانی و تهیه کنندگی خودش، مارموز، ما همه با هم هستیم، سرخ پوست، چشم و گوش بسته، دوزیست و کشتارگاه در سال 98 به ایفای نقش پرداخت. لازم به گفتنه که فیلم 50 کیلو آلبالو در نوروز سال 95 با فروش 13 میلیاردی تنها در شهر تهران در حال شکست رکورد فروش سینمای ایران بود که توقیف شد. با این حال سومین فیلم پرفروش ایران در این سال می باشد. مانی حقیقی هنوز ازدواج نکرده و مجرد هست و از روابط عاطفی او اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. مانی در جشنواره فجر سال 84 برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه شد و تا به حال از جشنواره‌های فیلم آسیایی، فیلم برلین و فیلم ورشو جوایز معتبری را دریافت کرده. مرسی که تا پایان همراه ما بودید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.